دوستان گرامی سلام می کنم خدمت شما عزیزان و خیلی خوشحالم که ما رو به منزل خودتون راه دادید که اجازه دادید من در خدمتتون باشم و اجازه دادید که من با شما درباره کلام خدا صحبت بکنم ما از چهار جلسه پیش به این سو درباره دکترین آموزه کتاب مقدس پیرامون روح القدس داریم تفکر میکنیم و بحثمون رو پیرامون شخص بودن روح القدس میخوایم ادامه بدیم ما در جلسه گذشته یک نکاتی رو عرض کردم خدمتون و امروز میخوایم اون تفکر رو ادامه بدیم ولی بیایید قبلش دعا بکنیم و با دعا این کار رو انجام بدیم به در آسمانی تو رو شکر میکنم به خاطر جمعی برکات و احساناتت از تو ممنون هستیم ای خداوند دعا میکنم که این مطالعه رو تو با وجود خودت و با روح خودت مبارک بکنی و اجازه بدی که سخنان زبان من و تفکر دلهای ما منظور نظر تو باشد ای خداوند که صخره ما و نجات دهنده ما بوده. آمین ما گفتیم که روح القدس در بارش وقتی کلام صحبت میکنه درباره یک شخص داره صحبت میکنه و صفات یک شخص رو به اون نسبت میده نه،, نه،, تنها کارهای شخص رو داره نه تنها احساسات یک شخص رو ما میبینیم رول قدس داره بلکه صفات یک شخص هم بهش تعلق میگیره جلسه گذشته ما با این تفکر به پایان رسوندیم که رول قدس آرامش بخش تسلی دهنده ازش و دوم این که ما میبینیم او شهادت میده شاهد شهادت دادن یک کلمه قانونیه یک کلمه حقوقیه و ما در فصل هشتم رومیان آیه 16 میبینیم که میگه همان روح یعنی روح القدس به روحهای ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم و این شهادت در دادگاه میتونه یا به نفع ما باشه یا بر علیه ما و اینجا میبینیم که مایی که فرزندان خدا هستیم او بر ما شهادت میده که فرزند بودن ما رو مهر اثبات برش میزنه و اول قرنتیان فصل شش آیه 11 به ما درباره کار روح القدس و اون کار عادل کنندگی و مقدس کنندگیش صحبت میکنه میگه درباره گناهکاران یک لیستی یه فهرستی رو به ما میده و بعد میگه که بعضی از شما چنین میبودید لیکن قسل یافته مقدس گردیده و عادل کرده شده اید به نام ایسای خداوند و به روح خدای ما پس باز دوباره اینجا ما تسلیس رو میبینیم عیسی خداوند روح خدا و روح پدر در واقع روح خدا پس این سه تا شخص تسلیس رو ما اینجا باز دوباره مشاهده میکنیم و اینجا میبینیم که روح قدرت عادل کرده عادل کردگی رو داره عادل میکنه مقدس میکنه و عمل یک شخص رو ازش میبینیم سر میزنه بعد ما میبینیم که در باره روح القدس وقت کلامات داره کلام خدا سخن میگه زمایر شخصی برش به کار میبره و اینو من جلسه گذاشته اشاره کردم که زمانی که درباره روح صحبت میکنه میگه او نه آن ببینید من این رو در پایان عرایزم جلسه پیش گفتم که در زبان یونانی ما اجناس سگانه هستن یا مذکرن یا مهندسن یا خونسا و ما در اکثر زبان ها در فارسی ما نداریم مذکر و مؤنث ولی اکثر زبان ها این مؤنث و مذکر رو ما مشاهده میکنیم ولی در بعضی از زبان ها ما مذکر و مؤنث و خنثی را مشاهده میکنیم من جمله یونانی و لاتین و آلمانی هم بعضی موقع ما مؤنث مذکر و خنثی رو میبینیم و بعد تمام این مذکر و معنیس و خونسا اون زمیراشون هم هستش پس مثلا میگن که اون وقت میگن آن مرد یا آن زن یا آن کتاب ما در فارسی همه آن استفاده میکنیم ولی در یونانی وقتی اون کلمه آن رو استفاده میکنیم زمیر اشاره برای مرد یک کلمه است برای زن یک کلمه است و برای خونسا هم یک کلمه هستش ولی جالبیش نید که کلمه پاراکلیتیس یا شفاعت کننده تسلی دهنده نه شفاعت کننده دهنده از نظر گرامری خونساه ولی زمانی که دربارهش میخوان درباره رول قدس صحبت بکنن اون زمیر مذکر رو میدن چون میخوان ما بدونیم کلام خیلی دقیق میخواد ما بدونیم که راجب یک شیء صحبت نمیکنه راجب انرژی صحبت نمیکنه بلکه راجب یک شخص صحبت میکنه یوحنا فصل 16 آیه شش اینو باز ما در وقتی که متن اصلی یو یونانی رو میبینیم این رو خیلی جالبه که درباره روح القدس صحبت میکنه میگه من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است و زیرا اگر نروم تسلیدنده نزد شما نخواهد آمد اما اگر بروم او را نه آن را او را نزد شما میفرستم پس حتی در ترجمه فارسی مترجمین کلام مواظب بودن که باز این صحبت الغا بشه که روح القدس اوست نه آن و پنوما هم یک کلمه پنوما یعنی روح خونسایه ولی عیسی دربارش از او استفاده میکنه به جایی که بگه آن نکته دیگه که باز تو بحث شخصیت ما دیدیم اجازه بدید من خیلی خلاصه بکنم و ادامه بدم راجب یه مبحث دیگه ای که اراده داره فکر میکنه احساس داره کارای انسان کارای شخص انجام میده و زمار شخصی براش استفاده میشه و غیره حالا اجازه بدید من این قسمت رو تمام بکنم و ادامه صحبتمون رو بر موضوع الوهیت روح القدس ما پیگیری خواهیم داشت پس بیاییم پیگیری بکنیم اون صحبتمون رو که روح القدس نه تنها شخصه بلکه این شخص یکی از اشخاص تسلیسه و الوهیت داره متا درباره پدر و پسر و روح القدس صحبت میکنه ایسا میگه که به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید بدید دوم قرنتیان شود فصل سیزدهم و آخرین آیه میگه چی میگه که فیض عیسی مسیح خداوند و محبت خدا و شراکت روح القدس با جمعی شما باد آمین این دعای فیض معروفه فیض خداوند ما ایسای مسیح و محبت خدا و مشارکت روح القدس با جمعی ماباد آمین این دعای فیض در کلیسا هستش ما با افراد میتونیم مشارکت داشته باشیم با چیز با اشیا اگر مشارکت داشته باشیم این یک نوع معذر روحیه هستند افرادی که با اشیاء بدون جان رابطه عاطفی دارند و این یک معزلیه یک مشکل روحی دارن و من یادمه یک سلسله فیلمایی بود که به صورت مستند که نشون میداد افرادی که با چیزای هر شود بدون حیات داشت اینا رابطه داشت درف عاشق ماشینش بود یعنی انگاری که مثلا با این ماشین ازدواج کرده و ماشینش رو واقعا دوست می‌داشت با هیچ کس دیگه رابطه نداشت با هیچ انسان دیگری نمیخواست حرف بزنه میشد توی ماشینش باش با حرف می‌زد باهاش درد دل می‌کرد اینا و این طبیعی نیستش ما به طور طبیعی با اشخاص ارتباط هستیم ولی اینجا داره درباره شخصی صحبت میکنه که همتراز و همزاد با پدر و روح و پسر هستش و وقتی که دعای آخر رو داره میکنه برکت آخر رو داره بولس میطلبه به نام پدر و پسر و روح القدس که داره برکت میطلبه الوهیت روح القدس را رو ما از همون ابتدای کار در کلام خدا میبینیم در پیدایش میگه که روح خدا بر لوجه ها بر دریاها بود او قادر بود که دریاها رو این خلقت رو محافظت بکنه در اشعیا فصل چهل آیه 13 میبینیم که درباره روح خدا یک صحبتی میکنه و میگه که کیست که روح خداوند را قانون داده یا مشیر او بوده یا او را تعلیم داده باشد و پاسخی که انتظار داره این سوال رتوریکه سالی که دنبال پاسخ نمیگرده چون داره میگه که پاسخش منفیه هیچ هیچکی به خدا تعلیم نداده هیچکی مشاور خدا نشده هیچکی به خدا و به روح خدا فهم نداده چرا؟ چون روح خدا الوهیت داره ببینید خداست که بر همه چیزها آگاهه بر همه علوم علم داره و به همین دلیله که هیچکی نمیتونه به روح خدا چیزی یاد بده یا مشورت بده یا غیره و باز دوباره اینجا به ما نشون میده که روح خدا الوهیت داره و قدرت الهی هم داره حالا ما آیا اجازه داریم به عنوان مسیحی که در مورد روح القدس صفات الهی رو به کار ببریم یا اینکه نه درباره روح القدس درباره خداوند روح القدس ما نمیتونیم صفات الهی رو به کار ببریم و گفتم که در میان شهود یهوه که تو ایران هم کم نیستن اونها میگن که روح القدس انرژیه و ما اجازه نداریم که روح القدس رو یهوه بدانیم و او رو به عنوان خداوند بدونیم ولی ما در دوم قرنتیان یک آیه میبینیم که واقعا ما رو باید به فکر فرو ببره دوم قرنتیان اجازه بدید خدمتتون پیداش میکنم فصل سه اشد آیه هفده میگه که اما خداوند روح است و جایی که روح خداونده است آنجا آزادی است آیا اینجا وقتی داره میگه روح خداوند راجع به خود خدا داره صحبت میکنه یا راجع به انرژی خدا داره صحبت میکنه خداوند روح است و عیسی میگه میگه خداوند روح است و باید او رو در روح و به راستی بپرستید و آیا این صحبتی که میکنه روح خدا یک صرفا یک صفتی رو داره اطلاق میکنه یا اینکه راجع به ذات مقدس خدا که در تسلیس ما اون رو بهش پی میبریم داره صحبت میکنه من معتقدم که درباره شخص سوم تسلیس داره اینجا صحبت میکنه که خداوند فی نفسه و فی ذاته روح ولی خداوند روح القدس جایی که حضور داشته باشه اونجا آزادی میده به ما و از اسارت ها ما رو رها میکنه باز دوباره در فصل پنجم اعمال ما اون دفعه صحبت میکردیم راجبش راجب شخصیت روح القدس صحبت میکردیم ولی اینجا اجازه بدید که همون آیات رو بخونیم برای تمرکزمون روی جای دیگه باشه اعمال فصل پنج اون داستان هنانیا و اون پولی که ندادن به کلیسا و غیره میگه که پتروس میگه چرا به خدا دروغ گفتی حالا که درباره روح خدا داره صحبت میکنه میگه چی میگه که ای حنانیا چرا شیطان دل تو را پر ساخته تا روح القدس را فریب دهی و مقداری از قیمت زمین را نگاه داری آیا چون داشتی از آن تو نبود و چون فروخت شد در اختیار تو نبود کسی دنبال پول تو نبود که که بیای بگی که این زمین کلیسا تو برو بفروش که مال تو بود وقتی هم که فروختی بازم کلیسا نمید بگه که پول تو به من بده چرا این را در دل خود نهادی به انسان دروغ نگفتی بلکه به خدا اینجا اول میگه به روح القدس داری دروغ میگی بعد میگه به خدا دروغ گفتی و نتیجه منطقی که ما میگیریم اینه که رسولان مسیح این رو کاملا میدونستن و باور داشتن و تعلیم میدادن که روح القدس خدا هستش الوهیتش رو کاملا در فهوای کلامشون ما مشاهده میکنیم در اول قرنتیان روح خدا و خدا به جای همدیگه به کار رفته و خیلی راحت پولس رسول درباره روح القدس صحبت میکنه گویی که درباره خدا داره صحبت میکنه و ما این رو مثلا در اول قرنتیان فصل دوازده آیه چار مشاهده میکنیم میگه که هر که متکل آیه سر من میخونم پس شما رو خبر میدهم که هر که متکلم به روح خدا باشد ایسا را اناتیما نمیگوید کسی نمیتونه روح خدا رو داشته باشه و بگه ایسا لعنت برش نه غیر میکنه و احدی جز به روح القدس عیسی رو خداوند نمیتواند گفت پس اونی هم که معتقده که عیسی خدا و خداوند شخص دوم تسلیسه به وسیله روح القدس داره میکنه انسان عادی که روح خدا رو نیافته باشه نمیتونه این حرف رو بزنه نعمت ها انواع است و روح همان اینجا درباره نعمت های روحانی صحبت میکنه میگه یک روح داره این کار میکنه خدمت ها انواع است اما خداوند همان عمل ها انواع است لیکن همان خدا همه را در همه عمل میکند اینجا پس نگاه میکنیم ببینیم که راجب روح راجب خدا راجب خداوند داره صحبت میکنه و اینا کاملا براش پذیرفته شده است که روح القدس خداونده و لازم نیست که بگه که خدا این کارو میکنه بعد اون انرژی که به نام روح القدس یه کار دیگه میکنه نه راحت داره روح القدس رو به عنوان خدا داره ازش نام میبره در دوم قرنتیان شود فصل ششم ما یک آیه جالبی رو میبینیم و اینجا درباره روح القدس به عنوان خدای زنده داره صحبت میکنه میگه که چی هیکل اینجا هیکل منین تن و بدن نیست هیکل معنی معبده کلمه ابریه که وارد زبان فارسی شده هیکل خدا را با بودها چه موافقت زیرا شما هیکل خدای حی می باشید خدا گفت که در ایشان ساکن خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود خب اینی که داره میگه درباره رول القدس داره صحبت میکنه چون این قسمتی که پولس داره در این آیه بهش اشاره میکنه نقل قولی است از عهد عتیق که خداوند میگه من روح خودم رو در میان ایشان خواهم گذاشت و در میان ایشان سا ساکن خواهم بود و باز در اول قرنتیان فصل سه به ما میگه که شما هیکل, روح... هیکل ال... خدا هستید چون روح القدس در شما ساکنه از روح القدس با عنوان یهوه اطلاق شده و اینجا رو وقتی که ما اشاره میکنیم این با تفکر شعوری یهوه اصلا جور در نمیاد ولی خب ما که موظف نیستیم که کتاب مقدس رو عوض بکنیم که ما تفکرمون جور در بیاد بعد تفکر خودمون عوض بکنیم که با کتاب مقدس جور در بیاد شاهدان یهوه متاسفانه آمدند و یه قسمت از کتاب مقدس عوض کردن به نام میل و دلخواه خودشون و آمدن اون ترجمه خودشون استفاده میکنن که به قول معروف به میل خودشون کلام خدا رو عوض بکنن ولی مثلا ما در لغا فصل یکم یک آیه خیلی جالبی رو مشاهده میکنیم لوقا فصل یکم آیه 68 میگه چی؟ میگه خداوند خدای اسرائیل متبارک باد خداوند خدای اسرائیل کیه؟ یهوب است خب زیرا از قوم خود تفقد نموده برای ایشان فدایی قرار داد و شاخ نجاتی برای ما برافراش در خانه بنده خود داوود این شاخ نجاتی که برای ما برافراش خب منظور اون ماشیه موعوده و مسیح موعوده این زکریا داره درباره پدر یحیا داره درباره ماشیه صحبت میکنه که پسرش یحیا قرار به اون شهادت بده حالا آره اجازه بدید چنان که به زبان مقدسین گفت که از بد و عالم انبیای او می بودند رهایی از دشمنان ما و دست آنانی که از ما نفرت دارند و لوقا به ما اینجا در عهد عتیق میگه که انبیا از طریق یهوه سخن میگفتند ولی اینجا ما مشاهده میکنیم که پدر زکریا از روح القدس پر شد و نبوت کرد ببینید حساب داره <تصفح> انبیای عهد اه عتیق همیشه میگه که به وسیله یهوه سخن میگفتن ولی اینجا که داره زکریا نبوت میکنه و این سخن رو میگه و درباره خدای بنی اسرائیل داره میگه مبارک باد این کار رو برای ما میکنه اینا به چه داره صحبت میکنه فصل یک آیه 67 به روح القدس از روح القدس پر شد نبوت نمود و این باز دوباره به ما نشون میده که از نقطه نظر لوقا و اون روح القدسی که لوقا را هدایت میکرد یهوه ما میتونیم برای روح القدس هم استفاده بکنیم خب ببخشید من گلوم خوش شد و یک قلوب چای خوردم که یکم این خیس بشه <applause> حالا در رساله دوم پتروس فصل یک ما باز دوباره یه همچین چیزی رو مشاهده میکنیم میگه چی؟ آیه 20 میگه این را نخواست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست خب در کتاب مقدس وقتی انبیا صحبت میکنند از خودشون در نمیارن و از تفسیر خودشون استفاده کنند زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد نبوت حقیقی به اراده انسان نیست بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند و ما باز میبینیم در عهد عتیق یهوه است که سخن میگه طریق انبیا انبیا همش میگفتن یهوه خداوند یهوه سبایوت خدای لشکرها یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید و همیشه به نام و به کلام یهوه اقتدا میکردن ولی در عهد جدید انبیا رو میبینیم که آنچه که باعث میشه که صحبت بکنن کار روح القدسه و کار یهوه روح القدسه و این غلط باز که فکر کنیم یهوه خدای پدرها یهوه خدا هستش خدای تسلیس یهوه هستش پس ما هر کدوم از این اشخاص تسلیس رو میتونیم درباره در یهوه در هم صحبت بکنیم یکی از اسمهایی که به ایسای مسیح استفاده میشه در کتاب مقدس یهوه صدقینو خواهد بود میگه نام او یهوه صدقینو هستش اون کلمه یهوه در کلام خدا ما اسامی مرکب هم داریم یهوه نسی یعنی خدا پوشش منه خدا پرچم منه چتر منه یهوه روفه خدا شفادهنده دهنده منه یهوه شالوم خداوند سلامتی آرامش منه یهوه یرا خدا فراهم کننده هستش و اینجا میگه یهوه صدقینو خداوند عادل کننده منه ولی اینجا درباره عیسی داره با لفظ یهوه صدقینو استفاده میکنه که عیسی یهوه ای هستش که خداوندیه که من رو پاک میکنه و اینجا ما میبینیم روح القدس اون لفظ یهوه در بارش استفاده میکنه کلام خدا صحبتهایی رو میبینیم درباره روح القدس میکنه که فقط درباره خدا میشه کرد او مقدسه قدوسیت به معنای مطلق کلمه رو فقط خدا داره او روح القدسه رومیان فصل یک آیه چار میگه به حسب روح قدوسیت به پسر خدا به قوت معروف کردید پس اون روح قدوسیت روح قدوسی که بر عیسی مسیح بود او رو پسر خدا خوانده شد در ابرانیان فصل 9 آیه 14 روح القدس رو به نام ابدی درباره صحبت میکنه او وجود ابدیه او همه جا هست و حضور مطلق مزمور 139 آیه 7 میگه از روح تو کجا فرار بکنم همه جا هستی پس ما فکر میکنم به انزه کافی دلیل داریم که باور داشته باشیم که روح القدس خداونده و الوهیت داره و من وقتمون تموم شده و از اون خداافظی میکنم فیض همان روح خداوند همواره با شما باشد آمین